نقش کرزی در درگیری عبدالله و خانواده ربانی. عبدالله که در این روزها تلاش دارد تا از طریق جنگ فیسبوکی بتواند وجهی از دست رفته خودش را ترمیم کند و از سوی دیگر معاملش با ارگ ریاست جمهوری را توجیه کند. در اولین واکنش با گفته های عطو محمد نور در کاکتوس گفته است با چالش کشیدن دیروز ارگ و مذاکره امروز با دشمن، از تسلیم شدن به غنی در انتخابات در بدل متاع دنیایی تفاوت‌های زیادی وجود دارد. ما برای اولین بار در تاریخ موفق به انسجام بزرگترین جبهه ضد استبداد شدیم و متحدانه به پیش می‌ریم. سهم کم و زیاد مهم نیست. سیاست پایینی و بلندی‌های خود را دارد، ولی صلاح الدین ربانی مثل عبدالله فکر نمی‌کند. او می‌گوید دیگر راهی وجود ندارد جز از بین بردن میراث بدنام فرهنگ تقلب و امید بخشیدن به نسل فردای کشور. اما چی شد میان این دو رفیق که حالا موضع‌گیری‌هایشان هیچ نزدیکی با هم ندارد؟ در یک کلام باید گفت که حامد کرزی موفق شد تا در میان اعضای تیم عبدالله اختلاف بیندازد و آنها را به سه دسته مقابل تقسیم کند. عبدالله، محمد محقق، انورالحق احدی، حاجی دین محمد یک طرف قضیه هستند که خواهان پذیرفتن رهبری، شورای مصالحه و نقش 50% در دولت بباشند. در این میان محمد کریم خلیلی و جنرال عبدالرشید دوستم خواستار تضمین‌های جدی در این توافق نامه شدند که در صورت عدم تضمین‌های کافی تا سرحد قانع شدن خلیلی و دوستم، آنان همچنان مخالف طرح عبدالله خواهند بود. در طرف دیگر قضیه صلاح الدین ربانی و احمد ضیا مسعود قرار دارند که مخالف طرح عبدالله هستند و خواستار باطل شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایجاد پست صدارت اجرایی شدند. گذشته نشان داده است که حامد کرزی از یک طرف، انورالحق احدی از جانب دیگر و اسماعیلیون در حاشیه همواره باعث اختلاف و حتی درگیری دیگر اقوام با همدیگر بودند. حتی این افراد پا را از حیطه جغرافیایی افغانستان فراتر گذاشته و در میان متحدان بین المللی مخالفان قبیله هم رسوخ کردند. برخی از سران اقوام بارها فریب نیرنگ بازی های حامد کرزی و انورالحق احدی را خوردن، ولی متاسفانه باز هم چشمان خود را بسته و در کنار آنها قرار می گیرند بدون اینکه به گذشته کرزاری و پنداری این افراد توجه کنند. طی چند دهه اخیر سران قبیله موافق شدند تا زورگویان و قدرتمندان دیگر اقوام را تضعیف کرده و در مقابل زورگویان خود را قدرت بیشتر بخشیده و حتی از میان نسل جدید نیروهای قدرتمندتری بسازند تا به طور مشخص و واضح جلوی دیگر اقوام بایستند. افرادی مثل فضل هادی مسلمیار، حنیف اتمر، فاروق وردک، اسماعیلیون، ناصر اصولی، حمدالله محب، عمر زاخلوان، ضیاءالحق امرخیل، ملا ترخیل و بسیاری دیگر. اگر دقیق تر شویم متوجه می شویم که فرمانده اصلی تمامی سران قبیله در طول سه دهه اخیر حامد کرزی بوده است. همین فردی که حالا در نقش میانجی میانه غنی و عبدالله برای زنی مشغول هست. او مأمور اصلی آمریکایی ها با نقشه های انگلیسی و پشتیبانی تدارکاتی پاکستان جهت غارت بیشتر کشور توسط پاکستانی ها و سرگرم نگه داشتن دیگران در راستای مشغولیت های ذهنی سیاسی هست. در اصل کرزی باعث ایجاد امپراتوری های اقتصادی از راه دزدی و غصب و چپاول برخی از سران دیگر اقوام گردید. تا چهره آنها را نزد مردم خراب کرده و تمرکزشان را از مسیر غارتگری پاکستانی ها منحرف کند که موفق هم شد. و اینک دیگر بزرگ قومی از دیگر اقوام وجود نداره که با سربلندی در کنار مردمش قرار بگیره و ادعا کند که صادقانه بدون زراندوزی و تجملگرایی همواره مددگار مردم بوده است. کرزی از هر کدام از سران دیگر اقوام یک یا چند گروگان در دولت داشت که با سربلندی آنها را تحویل اشرف غنی داد. کرزی با زرنگی خیش فرزندان و نزدیکان سران دیگر اقوام را در نمایندگی‌های سیاسی و برخی از ادارات دولتی جابجا کرد تا آنها برای حفظ موقعیت فرزندان و نزدیکانشان در هر مرحله در مقابل دولت سکوت کنند و چوکی‌های موقتی عزیزان نزدیکشان را بر منافع عامه مردم ترجیح دهند که متاسفانه چنین شد و تقریبا تمامی آنها از این امتحان در برابر مردمشان شرمسار بیرون آمدند.
اینکم جناب کرزی ماموریت داشت تا در میان تیم عبدالله اختلاف ایجاد کند که این ماموریت برای کرزی در مقایسه با ماموریت‌های موافق گذشتش کار سختی به حساب نمی آمد و بالاخره توانست از ضعف دکتر عبدالله و احساساتی بودن صلاح الدین ربانی به خوبی استفاده کند. سران دیگر اقوام، رهبران جهادی و مخصوصاً دکتر عبدالله، چه زمانی می خواهید بفهمید که چند صباح دیگر زنده نیستید؟ پس بیایید و به خاطر آینده این مردم از چوکی ها و موقعیت های سیاسی و اقتصادی که به نفع قبیله تمام میشه بگذارید و برای یک بارم که شده یک تصمیم شجاعانه و خداپسند در راستای منافع مردمتان بگیرید که به طور یقین نجات شما و فرزندان شما و قوم و مردم شما در گروه همین تصمیم شما هست. بیننده های عزیز و مهربان، فراموش نکنید چنل خبری پرستو تیوی را سابسکرایب کنید.